سنگ تهداب بازسازی چلخانه خان امو واقع در گازرگاه شریف امروز به کمک مالی دفتر تیکا در اهرات گذاشته شد. مسئولان در دفتر تیکا یا سازمان انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات هدف از مرمت این چلخانه را زنده نگه داشتن فرهنگ عرفان بوده که یکی از ارزش‌های مشترک اسلامی دو کشور است بیان کردند. بازسازی این چلخانه مدت 6 ماه را در بر خواهد گرفت. خانقا و یا چلخانه خانهموی پیر هرات که بیش از 1000 سال قدامت تاریخی دارد. بر اساس گفته های کارشناسان فرهنگی، سنگبنای ساخت این خانقا توسط خواجه عبدالله انصار پیر هرات گذاشته شده که روزگاری محل عبادتگاه بزرگان تصوف و عرفان بوده است. آنچه رویت فعلی این خانقا را نشان میدهد آسیب های جدی است که بر پیکر این خانقا وارد شده است. آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه یا تیکا بر آن شده است تا با مرمت و بازسازی این بنای تاریخی کشور را از این وضعیت نجات دهد. ترمیم آبادات تاریخی یک کار ساده نیست، دو جنبش هم داره. یکیش که وقتی که ما آبادات تاریخی رو احیا کردیم، به هویت ملی افغانستانی، به هویت ملی اسلامی خدمت میکنیم، تقویه کنیم. و دیگهش که ترمیمات آثار تاریخ هم به خاطر گردشگری مفید است. شما میدونید که توریست ها جاهای تاریخی رو میبینن، دوست دارن. اگر که فضای مساعد باشه در 10 سال آخر انشالله که والد خدا امنیت اومده، ممکن است که شهر هرات یه شهر توریستیکی، یه شهر گردشگری باشه. مسئولان در دفتر تیکا تصوف و عرفان را یکی از ارزش‌های مشترک افغانستان و ترکیه خوانده و تاکید دارند که نباید این ارزش اسلامی که بشریت را به صلح و همدیگر پذیری دعوت می‌کند به فراموشی سپرده شود. از سوی هم مقام‌های محلی هرات از توجه مسئولان دفتر تیکا در قسمت مرمتکاری این خانقاه خرسندی نموده و این مسئولان می‌گویند آنان در تلاش جان بخشیدن مجدد به خانقاه‌ها، مساجد و دیگر آبدات تاریخی در این ولایت هستند. می‌بینید که عرفان و تصوف به عنوان یک وسیله که بشریت را به طرف صلح و همدیگر پذیری و وحدت و شکست نفسی تشویق میکنه و ترغیب میکنه و راه های رسیدن به خدای متعال و نمو رستگاری برای ما شما واضح میسازه و تا نشان دهنده ایست که بزرگان ما از طریق زحمت، تلاش و ریاضت به جایگاه رسیدند. لذا احمار و حمایت از همچون نهادها نشان دهنده ایست که ما هم راه بزرگان و راه مشایخ، علما، عرفا و مفسرین عزیز خود تعقیب میکنیم. بر اساس آمارها هم اکنون بیش از 60 خانقاه در شهر و ولسوالی های هرات وجود دارد که بیشترشان منصوب به بزرگان و اولیای این شهر همچون خواجه عبدالله انصار، واعظ کاشفی، شیخ احمد جام، مولانا عبدالرحمن جامی و دیگران بوده است که تاکنون نیز در برخی از آنان اهل تصوف و عرفان به چله می نشینند.